سلام بریم ماهتون، امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. تا حالا راجع به بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی چیزی شنیدین؟ یه روش درمانی مکمله تو طب کلنگر، یکی از روش هایی که هزاران ساله دارن مردم ازش استفاده میکنن، جای مراقبت های پزشکی رو نمیگیره اما موثره. من قصد دارم تو این ویدیو یه سری نکاتی روی دستا و پاها بهتون نشون بدم تا با فشار دادن اون نقطه ها بتونید سلامتی خودتون ارتقا بدین و یک سری بیماری ها مثل رفع استرس، رفع یبوسه از سردرد و خیلی از بیماری ها رو بتونید درمان و پیشگیری داشته باشید. البته این روش مکمله، اگه تغذیه رو در کنارش رعایت کنید میتونید خیلی نتیجه بگیرید. در هر صورت هر مشکلی که دارین به عنوان یک روش مکمل درمانی میتونید ازش کمک بگیرید. یادمون باشه دست‌ها و پاها نقشه‌ای از کل بدنمون هستن. شما میان یه قسمت از کف دستتون رو فشار میدین، مثلا این قسمت وسط کف دستتون بعد از چروک مچتون فشار میدین یا ماساژ میدین و این کبدتون رو تحریک میکنه برای اینکه سمزدایی بهتر داشته باشید. بریم تو تصویر بهتر ببینیم. یه شرایطی پیش اومده، مضطرب هستین و میخواین سریع حالتون عوض کنین. این قسمت از دستتون، بذار تو دست خودم هم نشون بدم، یه حالت گودی داره. این قسمت فشار میدین، تقریبا باید فشار دستتون خوب باشه، 5 ثانیه تون حالت نگه میدارین و بعد رها میکنین. اینو اینقدر ادامه بدین تا خودتون متوجه بشین که حالتون بهتر شده. پس کجا شد؟ نقطه‌ای که زیر چروک مچتون هست. حالا یه ذره اینور اونورتر هیچ اشکالی نداره، لازم نیست سخت بگیرید یا اینکه دچار وسواس بشید. بریم رفع یبوست رو بهتون بگم. بریم تو تصویر با هم ببینیم. شما دچار یبوست هستین، میایین این قسمت از دستتون رو ماساژ میدین. بزنین تو خودم تو دستم نشون بدم، این دستتون این تیکه رو ماساژ میدین یا اینکه به صورت فشاری نگه میدارین 5 ثانیه و بعد رها میکنین. چقدر انجام بدم؟ اینقدر انجام بدید که تا خودتون حستون عوض بشه و وقتی که به مرور زمان اینو انجام میدین به طور کلی برطرف میشه، البته در کنار تغذیه درست. تصویر بعدی، شما سردرد هستین و میخواین سردردتون رو برطرف کنین. تو این تصویر نگاه کنین، داخل کف دستتون نیست، روی ساید دستتون این قسمت. میگم خیلی فقط حساس نشید که دقیقا همونجا باشه، اون اثر رو میذاره. برای که خواب راحتی داشته باشین، یه خواب عمیق و با کیفیت داشته باشین، دقیقا اون خطی که وسط انگشت شستتون هست پایین اون قسمت رو به صورت فشاری 5 ثانیه فشار میدین، رها میکنین و دوباره اینقدر انجام بدین هر شب موقع خواب تا خوابتون تنظیم بشه. دوستان، شما در بازتاب درمانی وقتی که یک سری نقاط خاص رو فشار میدین، یک قسمت از جای دیگه بدنتون رو دارین تحریک میکنین. یه سری گره های عصبی تو کف پا و کف دست ها وجود داره که با بقیه قسمت های بدن در ارتباط هستن. به این شکل بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی تاثیر میذاره. شما میخواین سوء هاضمتون رو برطرف کنین، رفلاکس دارین، هر مشکل هاضمه که دارین در کنار یه تغذیه درست اینو انجام بدین. این قسمت از انگشتای دستتون رو فشار میدین، به صورت فشاری نگه میدارین 5 ثانیه، دوباره انگشتی که دیگتون و بعد به همون ترتیب تمام انگشتای دستتون رو این کار رو انجام میدید. اگه درگیر سرماخوردگی هستین، تب دارین، گلو درد هستین، نوک انگشتاتون هم که تو تصویر میبینید به همون روشی که گفتیم. دوستان، این قسمت رو توجه کنید، خیلی خیلی مهمه. نگران این قضیه نباشید که من دقیقا بدونم کدوم قسمت رو فشار بدم که برای کبدم خوب باشه، کدوم قسمت رو بازتاب درمانی کنم که برای ریه‌هام خوب باشه. من روش بهتری براتون سراغ دارم. ما سالیان ساله که به بیمارانمون میگیم وقتی میرین طبیعت جوراباتون رو دریارین، روی سطح صاف روی سنگلاخ‌ها را برید، مراقب شیشه باشید، با طبیعت ارتباط برقرار کنید و روی این سنگریزها راه برید. کل پاهاتون ماساژ میخوره. اتفاقی که میفته خیلی بی‌نظیره. شما با راه رفتن تو طبیعت باعث میشین تمام اندام‌های بدنتون رو درگیر کنید و این باعث میشه سموم تو بدنتون آزاد بشه و خیلی راحت دفع بشه. نتیجه زمانی عالی میشه که شما اونجا رفع یبوست هم انجام میدید.
سموم تو بدنتون حرکت کرده و از طریق روده هاتون این سموم دفع میشه. این راحت تره. حالا میخواین تلویزیون تماشا کنین، با فشار دادن یا ماساژ یه نقطه های از پاهاتون میتونید اون گره های عصبی رو تحریک کنید، کبدتون رو پاکسازی کنید، دستگاه هاضمه‌تون بهتر کار کنه، ریه قوی تری داشته باشید و از همه اینها مهمتر گردش خون قوی تری داشته باشید. بیاین با مغز شروع کنیم. اگه میخواین که دچار آلزایمر نشین، راندمان مغزتون عالی باشه، انگشت شستتون رو به صورت فشاری این کار رو انجام میدید. اگه میخواین که قلبتون عالی کار کنه، اگه دچار آریتمی هستین، ماهیچه های قلبتون ضعیفه، عضلاتش ضعیفه، این قسمت از پا رو، امیدوارم که خوب ببینید تو تصویر، این قسمت از پاتون رو به صورت ماساژ انجام میدید. برای کبدتون دقیقاً گودی وسط پا هست که با فشارهای متناسب میتونید کمک کنید تا کبدتون خودش رو پاکسازی کنه. برای پاکسازی دستگاه گوارش یه مقدار بالاتر از پاشنه، این قسمت که پاشنه هست یه مقدار بالاتر ماساژ ها رو انجام میدیم. به صورت این دایره رو شما اگه در نظر بگیرید، کلش شما ماساژ انجام بدید، اون نتیجه لازم رو میگیرید. اگه ستون فقراتتون درگیر هست، دیسک کمر دارید، بغلای پاتون این قسمت رو همیشه ماساژ داشته باشید. گوش دردین و میخواین به صورت اورژانسی گوش دردتون رو برطرف کنید، انگشت کوچیکه پاتون رو حسابی ماساژ بدید. قبلش هم پاهاتون رو چرک کنید تا نتیجه قوی تر بشه. حالا اگه میخواین که ریهاتون رو ظرفیتش رو افزایش بدین، اگه بخواین که پا رو به دو تا قسمت مساوی تقسیم کنیم، دقیقاً وسط سینه پا هست، با ماساژ این قسمت اون نتیجه رو میگیرید. با شیر کردن این ویدیو باعث بشید افراد بیشتر این اطلاعات داشته باشن. شاید یک نفر یک جایی گرهی از مشکلش باز شد، دردش کم شد.